سلام، به برنامه نیم نگاه خوش آمدید. در حالی که جامعه ایران در حال تحقق انقلابی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی با تمامی ارکان آن است، در برنامه امروز می‌خواهیم به جایگاه و اهمیت حزبی بپردازیم که از روز اول دگرگونی انقلابی جهان سرمایه‌داری و سرنگونی جمهوری اسلامی فلسفه وجودیش رو تشکیل می‌داده. حزب کمونیست کارگری ایران در تاریخ 3 نوامبر 1991 میلادی یا همون آذر ماه 1370 منصور حکمت، رهبر انقلابی و کمونیست شناخته شده در فضای سیاسی ایران، به تولد و موجودیت حزب کمونیست کارگری ایران حقیقت بخشید. حزبی که تا به امروز به رغم تلاطمات طوفانی در جامعه ایران، به رغم این تلاطمات عمل کردی درخشان در جنبش مبارزاتی مردم داشته و عمل کرده این حزب فعالین و کادرهای آن برای بسیاری در داخل و خارج کشور معرفه است. یک دنیای بهتر برنامه رسمی این حزب برای اداره جامعه است که در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره تشریح شده و تلویزیون کانال جدید هم تلویزیون رسمی این حزب و بزرگترین رسانه آن رو به جامعه است. در برنامه نیم نگاه امروز پنجشنبه 10 آذر 1401 برابر با 1 دسامبر 2022 همراه من میثم عتیق و سایر دستندرکاران باشید تا به مناسبت 31 سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران نگاهی داشته باشیم به کارنامه عملکرد سیاسی این حزب، جایگاه و اهمیتش در شرایط انقلابی امروز ایران و همینطور برنامه هایی که برای پیشبرد این انقلاب در دستور خودش داره. برای پاسخ به این سوالات دعوت کردیم از حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران. حمید تقوایی، به شما سلام و خوش آمد میگم. صدای شما رو من ندارم، فکر کنم میکروفون شما بسته است. من متاسفانه صدای شما رو ندارم، در ابتدا بود ولی از نیمای صحبت دیگه قطع شد. امیدوارم الان صدای من رو داشته باشید، صحبت های شما رو میشنویم. سلام و عرض ادب داشتم خدمت شما. اگر صدای من رو میشنویم میتونیم برنامه رو آغاز کنیم. مثل که مشکل فنی داریم در برقراری ارتباط با حمید تقوایی. الان درست شد. بله، بسیار عالی. حمید تقوایی، امیدوارم الان صدای من رو داشته باشید. اگر تایید میکنید میتونیم گفتگو رو در رابطه با موضوعی که مطرح کردم شروع کنیم. بله صدا هست، درست شد. حمید تقوایی، پرسش اول رو بذار از یک مسئله مهم شروع کنیم. موتور محرکه انقلاب جاری در ایران دهه 80 ها و 70 ها هستند که حزب کمونیست کارگری پیش از تولد اونا تأسیس شده و شاید به همین اعتبار بشه گفت که این نسل آشنایی کمتری نسبت به این حزب ریشه دار و پویا داره. اگر بخواید ظرف چند دقیقه حزب کمونیست کارگری رو برای این نسل جدید دهه 70 و 80 معرفی کنید، چه مواردی رو عنوان میکنید؟ حزب کمونیست کارگری در مقطعی تشکیل شد که شوروی در حال فروپاشی بود و همه دنیا علیه کمونیسم و اون ایده و آرمان هایی که به اسم اون در شوروی حکومت میکردن بسیج شده بود. خب ما هیچ وقت شوروی و نماینده کمونیسم نمیدونستیم. کمونیسم ما کمونیست دفاع از انسانیت، از آزادی، از برابری، از رفاه و از تمام ارزش های جهان شمول انسانیه، در حالی که کمونیسم نوع روسی کمونیسمی بود که ربطی به این آرمان ها نداشت، یک نوع سرمایه‌داری شکل دیگه ای، سرمایه‌داری دولتی اونجا بود. اسم ما در همون دهه 80 میلادی، یعنی از نیمه های دهه 80، اواخر دهه 60، 60 شمسی، نقد خیلی عمیق و همه جانبه به شوروی داشت و همیشه کمونیسم ما کمونیسم کاملا متفاوتی بوده از کمونیسم نوع روسی. تو اون مقطع لازم بود
که یک نیروی بیاد پرچم انسانیت، پرچم برابری، پرچم آزادی خواهی رو بلند کنه، چون همراه با شکست شوروی تمام آرمان‌های انسانی رو جهان غرب به خاک کشیده بود دیگه. میگفت هیچ بحثی از انقلاب نباید باشه، هیچ بحثی از آزادی خواهی نباید باشه، همینه که هست، سرمایه‌داری و بازار آزاد، رقابت افسارگسیخته، ریاضت کشی اقتصادی، این رو مقابل چشم دنیا قرار داده بودن. حزب کنسکارگری درست در مقابل این چشمانداز سیاه تشکیل شد با پرچم اساس سوسیالیسم انسان است. سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است. اینها شعارهایی بود که از صحبت‌های لیدر اون وقت حزب کنسکارگری و پایه‌گذار این حزب، یعنی منصور حکمت، زنده یاد منصور حکمت، صحبت‌های اون بود که تبدیل شد به پرچم حزب ما. سوسیالیسم ما برگرداندن آزادی و اختیار به انسان است، به همه انسان‌ها. بر این مبنا بود که برنامه یک دنیای بهتر نوشته شد و کلاً حزب کنسکارگری در تمام مدت فعالیتش پرچم راهنماش دفاع از انسانیت، مدنیت، مدرنیسم، برابری، آزادی و رفاه بوده و تا امروز به این مبارزه ادامه داد. خب حمید تقوایی، طبعا بر اساس همین توضیحاتی که ارائه کردید، این حزب یک پراتیک چند دهه‌ای رو پشت سر گذاشته. کمی به کارنامه سیاسی و عملی حزب کنسکارگری می‌خوایم بپردازیم. خب کسایی که اندک آشنایی هم نسبت به تاریخ مبارزات ایران و خصوصا جنبش چپ ایران داشته باشن، احتمالاً کارنامه سیاسی حزب کنسکارگری و به طور مشخص تأثیراتی که منصور حکمت در دهه‌های ابتدایی بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی داشت داره این آشناه. اما الان و بعد چند دهه فعالیت که از حزب کمونیست کارگری شاهد هستیم، شما چه مواردی رو به عنوان شاخصهای کارنامه سیاسی حزب و تأثیراتش بر فضای کلان سیاسی ایران برمی‌شمارید؟ از نظر متد فعالیت و روشی که حزب ما داشته، همیشه تمام تمرکز اون بر مبارزه علیه جمهوری اسلامی بوده. من این را اینجا توضیح بدم که بسیاری از کادرهای این حزب، از جمله خود من، سابقه اون به از 30 سال خیلی بیشتره، یعنی از مقطع انقلاب 57 ما در حال مبارزه بودیم. پس همون روز اول منصور حکمت و یارانش که عده‌ای بودیم که الان تعدادشون هنوز در این حزب فعال هستن، پرچمی رو بلند کردیم علیه جمهوری اسلامی. اون زمانی که خیلی از نیروها هنوز توهمی داشتن و فکر میکردن واقعا جمهوری اسلامی نماینده انقلاب 57، ما اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ضد انقلابه، علیه انقلاب 57 به جلو رونده شده. و همینطور هم شد. در میدونیم دیگه کارنامه جمهوری اسلامی، کارنامه سیاه جمهوری اسلامی، میدونیم که چطور انقلاب رو از همون دهه 60 در هم کوبید با اعدام ها و کشتارها و غیره و غیره. بنابراین حزب کنسکارگری پایه‌گذارانش از قبل در برابر جمهوری اسلامی ایستاده بودن و با تشکیلش این مبارزه رو در سطح گسترده‌ای فراتر بردن، به این معنا که هر جا که هر تبعیضی بود، ظلمی بود، نابرابری بود، حزب کنسکارگری حاضر بود، سیاستاشو اعلام میکرد، کار میدانیشو سازمان میداد، کمپین و کارزار را مینداخت و فعالیت‌ها رو به طور منسجم و به طور پیگیری پیش می‌برد. از جمله عرصه‌های خیلی مهمی که حزب ما در همون ابتدا، در همون بعد شروع به مبارزه کرد، پرچم علیه اسلام سیاسی بود، جنبش سیاه اسلام سیاسی که جمهوری اسلامی یک محور اون بود و هنوز هم هست، علیه تمام قوانین اسلامی، علیه ستمکشی و تبعیض زن که یکی از به اصطلاح بیشترین مصائبی که بیشترین جنایاتی که میشه گفت جمهوری اسلامی در ایران مرتکب شد، بیحقوقی و نه تنها بیحقوقی یا تبعیض، بلکه میشه گفت اهانت، تحقیر و توهین به زنان بود. و ما همیشه پرچم مبارزه برای آزادی زن رو بلند کرده بودیم، علیه حجاب. این حزب 8 مارس به 8 مارس جنگیده و نه تنها در روز جهانی زن، بلکه در تمام مدت فعالیتش حجاب رو به عنوان پرچم جنبش سیاه اسلام سیاسی معرفی کردیم و همیشه علیه جنگیدیم و همچنین در دفاع از حقوق اعتصابات و مبارزات کارگری، از مبارزات کارگران نفت که در همون دهه 80 گسترش پیدا کرد، تا کارگران شرکت واحد، تا کارگران هپکو، کارگران هفت تپه، فولاد اهواز، نفت، پتروشیمی، غیره و غیره، هر جا اعتصابی بوده حزب ما فعالانه
شرکت داشته، دخیل بوده در مبارزه برای حقوق رنگین کمانی های این حزب. اولین حزبی بود که این پرچم رو بلند کرد و قاطعانه از حقوق رنگین کمانی ها در ایران و در همه جا دفاع کرد. علیه اعدام ما کمپین های گسترده داشتیم، حتی تعداد زیادی را از اعدام نجات دادیم. سکینه محمدی آشتیانی را از سنگسار نجات دادیم که به خاطر کمپین ها و مبارزات حزب بود و این باعث شد که عملا جمهوری اسلامی سنگسار رو کنار بگذاره. اتفاقا به همین موضوع می‌خوایم بپردازیم. حمید تقوایی از پناهندگان و غیرم سازمان فدراسیون پناهندگی تشکیل شد که حزب فعالش بود و بس زیاده. در حال من حمید تقوایی فکر می‌کنم بهتر باشه اینجا یه مکسی بکنیم که بتونیم بیشتر بپردازیم در رابطه با کارنامه عملی حزب کمونیست کارگری. به طوری شما بحث رو شروع کردید، می‌خوام راجع به همین مسئله صحبت کنیم. منصور حکمت بنیانگذار این حزب، اساسا حزب کمونیست کارگری به عنوان کمونیسم پراتیک یاد میکنه ازش و فلسفه وجودی این حزب رو این میدونه. بر خود شما هم بارها به این مسئله اشاره کردید. الان پراتیک حزب کمونیست کارگری، یک نفر از خارج بخواد نگاه کنه به چند دهه فعالیت حزب کمونیست کارگری، اون رد حزب کمونیست کارگری در داخل و خارج کشور رو چطور باید دنبال کنه؟ اون شاخص ها و تأثیرات ویژه‌ای که در عمل در فضای سیاسی کشور گذاشته کدوم ها هستن؟ خب ببینید، من گفتم که حزب ما حزب مبارزه علیه هر نوع تبعیضی هست و به این معنا ما عرصه‌های مختلفی و فعالانه درش دخالت داشتیم، در سازماندهیش نقش داشتیم و در پیشبرد مبارزه در اون عرصه تأثیرات کاملا مشهودی به جا گذاشتیم، از جمله در مبارزه علیه فرض کنید اعدام، در مبارزه علیه اسلام سیاسی و کلا مذهب در دولت و در آموزش پرورش و غیره، در مبارزه برای آزادی زن، علیه حجاب اسلامی و حجاب اجباری و همچنین در مبارزه ای که برای منزلت و معیشت کارگران بخش‌های مختلف به پیش می‌بردن، حزب ما همیشه حضور داشته. همونطور که شما اشاره کردید، ما کمونیسم ما یک کمونیسم فعال سیاسی و پراتیک هست. منصور حکمت کمونیسم ما رو ماتریالیسم پراتیک تعریف می‌کرد، همونطور که مارکس هم یک جا به کمونیسم به عنوان ماتریالیسم پراتیک اشاره می‌کنه، یعنی عملگرا، یعنی در واقع سیاست و اهداف و شعارها و مواضع ما همه در خدمت فعالیتی هست که در هر عرصه معین باید به پیش می‌بریم و محور همه این فعالیت‌ها دفاع بی‌قید و شرط و عمیق از انسان و انسانیت هست، از کرامت انسانی، از معیشت انسان‌ها، از آزادی انسان‌ها، از داشتن اختیار و برگرداندن اختیار به انسان‌ها در تمام عرصه‌ها، چه برای حقوق زن مبارزه می‌کردیم، چه در دفاع از علیه تبعیض ملی و قومی و مذهبی مبارزه می‌کردیم، چه در دفاع از کارگران و خواستاشون، چه در دفاع از رنگین کمانی ها، همه جا ما انسان و انسانیت و ارزش های جهان شمول انسانی راهنمای کارمون بوده و به همین خاطر هست که اگر شما به پهنه فعالیت های حزب نگاه کنید، حتی شمردن لیستی از اون دادن از وقت این برنامه خارج خواهد شدم که شما به من تذکر دادید که دارم زیاد صحبت میکنم، هنوز بسیاری از عرصه‌ها رو نتونستیم بپوشونیم. در حال من میخوام بگم به طور گسترده ای حزب فعال بوده. ما یک به اصطلاح راهنمای کارمون این هست که هر جا تبعیض و بیحقوقی هست حزب باید حاضر باشه. بله. باید سازمان بده، باید شعارها و رهنمودهای سیاسی بده، باید موضع بگیره، باید کار میدانی و سازمان بده، باید کار تبلیغی و کمپینی سازمان بده و در بسیاری از عرصه ها پیشروی های زیادی داشتیم با همین خط و با همین سیاست. بله، اما بعد از چند دهه فعالیت بسیار پویا و گسترده از حزب کمونیست کارگری ایران، امروز این حزب در دل اوضاعی قرار گرفته که مردم ایران دارن در یک انقلاب بسیار باشکوه بزرگ جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن. بذارید به این مسئله بپردازیم که حزب کمونیست کارگری ایران توی این انقلاب یا حتی قبلتر از اون در ایجاد این انقلاب چه نقشی رو ایفا کرده و داره میکنه؟ این مسئله رو چطور توصیف میکنید شما؟ خب اولین نکته این هست که ما همیشه پرچم انقلاب بلند کردیم به این معنا که اعلام میکردیم و براش مبارزه میکردیم
که تنها راه خلاصی از شر جمهوری اسلامی انقلابه. به قدرت توده مردم در خیابان میشین حکومت رو به زیر کشید. این حرف شاید امروز خیلی ها باش موافق باشن و من خوشحالم که موافقن، ولی همیشه اینطور نبود. ما 30 ساله برای این میجنگیم، زمانی که خیلی از نیروها، خیلی از نیروهایی که امروز خوشبختانه طرفدار انقلاب هستن، به دنبال خط تغییرات تدریجی بودن، خط استعاله به اصطلاح، با جنبش سبز و بنفش عکس میگرفتن و میخواستن تغییراتی از بالای مردم، رژیم چنج، رفراندوم، قانون اساسی و غیره اساس بحثشون بود. حتی اسم سرنگونی رو نمیبردن، میگفتن انحلال یا براندازی و غیره. امروز خوشبختانه بسیار از نیروهای سیاسی اپوزیسیون طرفدار انقلاب هستند، برای اینکه انقلاب در خیابان‌ها شکل گرفته. ولی ما حزبی بودیم که قبل از اینکه انقلاب به اصطلاح مت بشه و اینطور به گفتمان عمومی تبدیل بشه، همیشه اعلام کردیم که با انقلاب میشه این حکومت رو به زیر کشید و تلاش کردیم برای اینکه زمین‌های این انقلاب رو به وجود بیاریم و امروز خوشبختانه شاهد این هستیم. من فقط دو نکته رو بگم که روشن بشه حزب چه نقشی داشته در شکل‌گیری همین انقلاب جاری. یک مسئله حجابه که همونطور که گفتم حزب ما از بعد به تأسیسش مبارزه علیه حجاب و یک محور کار خودش قرار داده بود. موقعی که خیلی از نیروها اعلام میکردن حجاب مسئله فرعی است، مسئله فقط بخشی از زنانه یا مسئله عمده ای نیست، مسائل دیگه عمده تره مثل فقر فلاکت داره. ما هم علیه فقر و فلاکت میجنگیدیم، هم میگفتیم حجاب پرچمی هست که به کمک اون جمهوری اسلامی این فقر و فلاکت و این بیحقوقی به کل جامعه اعمال میکنه. مبارزه پیگیر ما علیه حجاب بالاخره به اینجا منجر شد که بسیار این انقلاب با مبارزه علیه حجاب، با برخواستن زنان به خصوص دهه 80 ها که شما اشاره کردید، علیه حجاب شکل گرفت. نکته بعد این خصلت زنانه این انقلابه. ما از همون ابتدا، منصور اکبر 20 خورده سال پیش انقلاب اعلام کرد که انقلاب آتی ایران انقلاب زنانه خواهد بود و امروز میبینیم همه جای دنیا انقلاب ایران رو به عنوان انقلاب زنانی میشناسن. ما نهاد و کمپینی به اسم انقلاب زنانه داشتیم بله. که سالهاست فعالیت میکنه و امروز میبینیم خوشبختانه این انقلاب شکل گرفته. محورهای بیشتری هست ولی من فکر میکنم بله میدونم نشون میده که حس ما چطور نقش داشته در شکل‌گیری انقلاب حاضر. امید تقوایی، میدونم بحث‌های زیادی هست تو این زمینه و خود شما هم عنوان کسی که شاهد و فعال بودین تو کل چند دهه فعالیت حزب کمونیست کارگری و حتی پیشتر از اون، ولی فرصت برنامه ما محدود هست، دقایقی بیشتر باقی نمونده. تو این دقایق باقی مونده دوست دارم به این مسئله بپردازیم که الان و با پیشروی انقلاب، مسئله رهبری سیاسی توی پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی و همینطور حاکمیت آینده در ایران یه جورایی به نقل همه محافل مردم تبدیل شده. شما در دل این اوضاع فکر میکنید چرا حزب کمونیست کارگری ایران شایستگی این رو داره که توسط توده‌های میلیونی مردم مورد انتخاب واقع شه؟ اولین نکته این هست که ما خواست انسانی توده های میلیونی مردم رو نمایندگی میکنیم. لزوما همه نیروها یا احزابی که امروز دیگه خوشبختانه از انقلاب دفاع میکنن چنین پرچمی در دست ندارن. فرض کنید وقتی من میگم میلیونی، خواست میلیونی مردم، وقتی یک خواستی میلیونی خواهد شد و فراگیر خواهد شد که به خواستهای انسانی عمیق مردم انگشت بگذاره، دست به ریشه ببره. ریشه مسائل انسان خود انسانه، برابری، آزادی، رفاه انسان ها، اینها سیستم ارزشی ماست و اینا جهان شموله. خب خیلی احزاب هستن که فرض کنید ارزش های دیگه ای دارن، مقدسات دیگه ای دارن، حالا از انواع نیروهای مذهبی و شبه مذهبی بگیرید تا نیروهای ملی میهنی، طرفدار نیاکان، طرفدار تاریخ و پرشکوه ایران، طرفدار کوروش کبیر، طرفدار مرز پرگوهر، اینها ارزش های خودشون رو دارن. این ارزش ها نمیتونه بنا به تعریف ارزش های 99% ها باشه. 99% ها با میهن و مرز و تابوهای مذهبی ملی میهنی نمیتونن رها بشن و خواست و عمیقشون بسا حرف دلشون اینها نیست. معمولا این نیروهای دیگه خواست های انسانی ها لای این نوع بسا گفتمان ها و تابوها میپیچن، ما اینها رو کنار میزنیم. برعکس بله. ما میگیم برای انسان باید مستقیما از انسان دفاع کرد، برای رهایی انسان باید خواسته انسانی رو بلند کرد. به همین خاطر حزب ما حزب وحدت بخشه، به خاطر که انسان ها فقط حول
خواستهای انسانی میتونن وحدت کنن و متحد و همبسته میشن. ببینید الان خواست زن زندگی آزادی جهان شمول شده. چرا؟ چون توش نشانه ای از مذهب و قومیت و ملیت و خاک و میهن و مرز و غیره نیست. زن زندگی آزادی شعارهای عمیقا انسانی و میلیاردی در جهان میشه گفت. الان میلیاردها انسان توجهشون به انقلاب ایران جلب شده. ما پرچم این میلیاردها رو بلند میکنیم و در ایران میخوایم جامعه بیاریم که واقعا ارزشش انسان و انسانیت باشه، نه مذهب باشه، نه خدا باشه، نه ملیت باشه، نه خاک و آب باشه، بلکه برابری باشه، رفاه باشه، انسانیت باشه، مدنیت باشه، آزادگی باشه، مدرنیسم باشه. ما برای اینها میجنگیم و به همین خاطر ما فکر میکنیم این حزبی هست که شایسته رهبری انقلاب ایران رو داره. سپاس از شما حمید تقوایی که در برنامه امروز همراه ما بودید. تشکر میکنم. اما بینندگان گرامی، شاهد برنامه نیم نگاه به مناسبت 31 سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران بودید که در این برنامه حمید تقوایی لیدر این حزب رو همراه خودمون داشته. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. اینجا جا داره تأکید کنم که برای آشنایی بیشتر با حزب کمونیست کارگری ایران و حتی دسترسی به برنامه این حزب یک دنیای بهتر، شما میتونید از طریق شماره تماسی که روی اسکرین میبینید در تمامی طول شبانه روز در تلگرام، واتساپ و سیگنال با ما در ارتباط باشید تا به شما متریال های کتبی، صوتی یا تصویری رو ارائه بدیم که اطلاعاتتون در رابطه با این حزب و نحوه و چگونگی کار کرده اون رو بیشتر بشناسید. در اینجا من میثم عتیق و همراه سایر دستندرکاران برنامه نیم نگاه همه شما رو به ساعات و روزهای خوش میسپارم.